خانم ها، آقایان، بینندگان گرامی، به یکی دیگر از برنامه های علمی مهبانگ خوش آمدید. این سومین برنامه هست که من و برنامه مهبانگ مهمان برنامه تاریخ بزرگ هستیم. تاریخ بزرگ یا پروژه تاریخ بزرگ نخستین بار توسط دیوید کریستیان و همکارانش به عنوان یک پروژه علمی در آمریکا، استرالیا و چند کشور دیگر به اجرا گذاشته شد. اما تاریخ بزرگ به فارسی رو با کوشش دکتر امیر کلینی داریم خدمت شما پیشکش میکنیم. تاریخ بزرگ بران هست که مروری داشته باشه بر دوره‌های متفاوت گستردگی پیچیدگی در عالم، از آغاز که مهبانگ باشه تا جوامع بشری پیچیده امروز. برای همین در این تاریخ به دوره‌های متفاوت پیچیدگی و پیچیده‌تر شدن طبیعت می‌پردازیم. در برنامه‌های گذشته من در ارتباط با پیدایش که همون مهبانگ باشه صحبت کردم و بعد در مورد تشکیل ستاره ها صحبت کردم و اینکه چگونه ستاره ها به عنوان اولین پیچیدگی سیستم های پیچیده در عالم مطرح شدن و نقش بسیار بزرگی که ستاره ها در عالم و همینطور برای حیات در عالم به خصوص برای ما انسان ها بازی کردن. اما امروز بر آن هستم که در ارتباط با زمین صحبت کنم و منظومه، سامانه و سیستمی که زمین در اون قرار گرفته که ما به اون منظومه شمسی یا سامانه خورشیدی میگیم. از این بابت زمین اهمیت بسیار زیادی برای ما انسان‌ها و موجوداتی که روی اون قرار گرفته داره. و چون زمین برای ما اهمیت داره، باید به این هم برسیم که چرا زمین در منظومه خورشیدی ما توانسته است به جایگاهی برسه که حیات رو در خودش رشد بده. در برنامه های گذشته ما در مورد پیدایش عالم صحبت کردیم و بعد اینکه حدوداً 200 میلیون سال پس از مهبانگ به یک باره میلیاردها گاز هیدروژنی که در حال رنبش و فروریزش بودن به علت اینکه درجه حرارت در مرکز این ابرهای هیدروژنی بالا رفت، توانستند به یک باره بر اثر واکنش‌های همجوشی هسته‌ای راکتورهای هسته‌ای خودشون رو به راه بندازن به اصطلاح و نور رو به عالم بتوانند. حالا از مقیاس‌های کهکشانی و کیهانی می‌خوایم به مقیاس‌های کوچک‌تر بریم. مقیاسی که ما به اون می‌گیم سامانه یا منظومه خورشیدی. اگر که خاطرتون باشه، ما در برنامه گذشته راجع به این اشاره کردیم که صحابی‌ها محل تولد ستاره‌ها هستند. خورشید ما هم یک ستاره است و بنابراین از این موضوع مستثنا نیست. خورشید ما تمام سیارات و دیگر اجرامی که در این سیستم منظومه خورشیدی قرار گرفتن و از جمله زمین ما، همگی محصول تولد این جرم بسیار بزرگ برای منظومه ما یعنی خورشید هستند که از صحابی به نام صحابی خورشیدی به وجود آمدن. با اطلاعاتی که این روزها از زمین به دست آوردیم و حتی دقیق‌تر از ماه به دست آوردیم، میتونیم بگیم که منظومه خورشیدی ما حدوداً 4.5 میلیارد سال پیش شکل گرفته، زمانی که عمر عالم کمی بیش از 9 میلیارد بوده. به این ترتیب در حدود 4.5 میلیارد سال پیش صحابی خورشیدی ما درست شبیه همون چیزی که در
درس گذشته گفته شد، به علت حجم زیاد ابرهای هیدروژنی دچار فروریزش و رنبش گرانشی یا ثقلی میشه و نهایتاً در زمانی که درجه حرارت در مرکز این سحابی به حدود 10 میلیون درجه سانتیگراد میرسه، ما اولین همجوشی هسته‌ای رو میتونیم ببینیم و خورشید و یا ستاره جدید متولد میشه. اجازه بدید که این برای اینکه درکی از زمین و منظومه خورشیدی ما داشته باشیم که به نظر کیهانی بسیار کوچک هست، اما برای ما انسان‌ها همچنان قابل توجه و بزرگ هست. مثلا یک هواپیمای نوعی مسافربری چیزی نزدیک 5 ساعت طول می‌کشه که از یک ساحل غربی آمریکا تا به ساحل شرقی آمریکا سفر بکنه. اگر که همین سفر رو هواپیما بخواد از فرض کنید که زمین به یکی دیگه از سیارات دیگر منظومه خورشیدی انجام بده، یعنی به سیاره مشتری یا هرمزد انجام بده، این سفر 80 سال به طول خواهد انجامید. و اگر بخواد این سفر رو به پلوتو، سیاره کوچولویی که تا پیش از این ما اون رو یکی از سیارات منظومه خورشیدی مینامیدیم، 750 سال در راه خواهد بود. و اگر بخواهد به نزدیکترین ستاره به خورشید سفر بکنه، باید 5 میلیون سال، بیش از 5 میلیون سال در سفر باشه. این رو از این جهت دارم میگم که شما فقط درک کوچکی از ابعاد منظومه خورشیدی ما و کهکشان ما داشته باشید. کهکشان ها که به طور تقریبی قطرشون نزدیک 100 هزار سال نوری است، یعنی 100 هزار سال نور در راه خواهد بود تا از یک سوی کهکشان به سوی دیگر کهکشان بره، در حالی که قطر تقریبی منظومه خورشیدی ما چیزی در حدود چند روز نوری است. 100 هزار سال نوری در مقابل چند روز نوری، و همین چند روز نوری شما دیدید که حتی به دورترین نقطه منظومه که در اون سیاره کوچکی یا سیاره کوچولوی کوچکی قرار داره، با تکنولوژی امروز بشری 750 سال طول خواهد کشید. بسیار خوب، پس حاصل رنبش گرانشی سحابی خورشیدی، بالا رفتن دما در مرکز و نهایتاً رسیدن درجه حرارت به 10 میلیون درجه سانتیگراد و آغاز واکنش‌های هسته‌ای حرارتی است که باعث همجوشی هسته‌ای دو هیدروژن با هم دیگه میشه و از این همجوشی انرژی بسیار زیادی و از این همجوشی هسته‌ای انرژی بسیار زیادی آزاد و رها میشه. به این ترتیب ما توانستیم که ستاره خودمون رو که اسمش رو گذاشتیم خورشید به وجود بیاریم که حاصل این سحابی خورشیدی است. اما حالا توجه داشته باشید که وقتی که این ابر گازی شکل داره فروریزش میکنه، داره رنبش میکنه، همراه با چرخش هم هست. شما وقتی که در یک سیستم دورانی قرار میگیرید، به یک نیروی غیر واقعی که ناشی از سیستم های دورانی است مواجه میشین که ما به اون اصطلاحا میگیم نیروی گریز از مرکز. این نیروی گریز از مرکزی که در این ریزش و فروریزش و رنبش ابرهای گازی وجود داره، باعث میشه که ستاره شکل کروی شکل به خودش بگیره. اما گستردگی ابر گازی بسیار بیشتر از ابعاد ستاره است. حالا
به علت وجود نیروهای الکتروستاتیکی که بین مواد وجود داره، دائما این مواد با همدیگه برخورد میکنن. حاصل برخورد اینها و تقابل نیروهای الکتروستاتیکی و نیروی گرانش باعث میشه که شما کلوخه کلوخه های از این گاز که در هم تنیده شده ببینید، که اینها در واقع میشه بگیم که پیش سیاراتی هستند که دارن جرم خودشون رو تغذیه میکنن از اون ابر گازی شکل اولیه که در فاصله مشخصی از این ستاره در حال تولد قرار دارن. بسته به این که این فاصله چقدر باشه در واقع و این نیروی گریز از مرکز چقدر بتونه اثر داشته باشه، شما هر چقدر که از این خورشید مرکزی یا ستاره مرکزی دورتر باشید، نیروی گریز از مرکز بر شما اثر بیشتری خواهد گذاشت. علت این که سیارات نزدیک به خورشید سیاره های سنگی و خاکی هستند همینه. هر چقدر سیارات دورتر از خورشید باشن، به علت وجود نیروی گریز از مرکزی که در هنگام تشکیل منظومه ما وجود داشته، امکان این که بتونن عناصر سنگین تری رو در خودشون جا بدن نداشتن و به همین دلیل حالت گازی شکل خودشون رو حفظ کردن. به هر حال پیامد تشکیل منظومه ما بر اساس تقسیم بندی های جدید اتحادیه بین المللی اخترشناسان 8 سیاره هست. به ترتیب فاصله این 8 سیاره عبارتند از تیر یا عطارد که نزدیکترین سیاره به خورشیده. باز هم سیاره است سنگی صخره‌ای. بعد از اون ما با سیاره ناهید و یا زهره سر کار داریم، سیاره‌ای که اون هم مثل زمین ما خاکی است، اما تفاوت روز و شب در اون بسیار زیاده. بادهای بسیار زیادی در سطح این سیاره میوزه که سرعت باد گاه بیش از 220 کیلومتر در ساعت خواهد بود. تفاوت دمای روز و شب هم همونطور که به شما گفتم اونقدر در سطح ناهید چشمگیره که عملا امکان به وجود آمدن حیات رو در روی این سیاره نمیده. و بالاخره میرسیم به ناحیه‌ای که اصطلاحاً به اون میگیم ناحیه سبز، کمربند سبز. به این معنا به این ناحیه ما میگیم ناحیه کمربند سبز که از نظر فاصله نسبت به ستاره مرکزی که برای ما خورشید باشه، سیاره میتونه در این منطقه در شرایطی باشه که دمای سطحی مناسبی رو برای پرورش حیات بر روی خودش داشته باشه. نکته بسیار مهمی رو میخوام اینجا متذکر بشم که متاسفانه در بعضی اوقات کسانی که خارج از حوزه تخصصی هستند به این مسئله بی‌توجهند، و اون این هست که آیا مداری که زمین در روش قرار گرفته تنها فاصله ممکنه بوده برای اینکه بتونه حیات رو در خودش رشد و نمو بده؟ پاسخ به این پرسش منفیه. در واقع همونطور که گفتم ما یک ناحیه یا اصطلاحاً کمربند سبزی رو داریم، نه به این معنا که اونجا منطقه سبز و چمنکاری شده هست. این اصطلاحی است که به این معناست که میتونه در این حد فاصل، در این حد فاصل بین اون سیاره و خورشید دمای سطحی مناسبی بر روی اون سیاره به وجود بیاد. بنابراین ما اگر که 10% فاصلمون به خورشید نزدیکتر بود و یا 15% از خورشید دورتر بودیم، همچنان این سیاره که زمین باشه امکان این رو داشت که بتونه در خودش حیات رو رشد و نمو بده. بعد از زمین ما به آخرین سیاره سنگی منظومه خورشیدی می‌رسیم، بهرام یا مریخ.
این سیاره که بعضی اوقات به اون خواهر دوقلوی زمین گفته میشه سطح سنگی داره، به علت وجود زیاد معادن مس روی اون خاک اون به قرمزی میزنه، ولی به دلیل اینکه گرانش ضعیفی داره نتونسته در خودش اتمسفری رو نگه داره و به همین دلیل که میدان مغناطیسی هم اطراف این سیاره نیست، امکان به وجود آوردن حیات رو نداشته، برای اینکه مدت کوتاهی بعد از تشکیلش هم اتمسفرش رو از دست داده و هم به علت نداشتن میدان مغناطیسی نتونسته یک نوع سپر دفاعی در مقابل بادهای رادیواکتیو و مهلک و خطرناک خورشیدی از خودش بسازه. بعد از سیاره مریخ ما سیاره بعدی که میبینیم و بعد از اون که اصطلاحا به اون میگن سیاره های بیرونی، همه اینها حالت گازی شکل دارن. سیاره مشتری به عربی یا هرمز به فارسی. ولی جالبه که بدونید در حد فاصل بین مریخ، بهرام و هرمز یا مشتری ما کمربندی رو دو مرتبه میبینیم از اجرام دیگر آسمانی که به اصطلاح به اونها میگیم سیارک ها. سیارک ها در واقع شاید باقی مانده سیاره‌ای بودن که قرار بوده در این مداری که الان بین مریخ یا بهرام و هرمز یا مشتری قرار گرفتن، سیاره‌ای قرار بوده تشکیل بشه که فرصت و توانایی تشکیلش رو نداشته. بنابراین شما در این فاصله و در این مدار اجرام آسمانی میبینین که ما بهش میگیم سیارک، و این سیارک ها بعضی اوقات از مدار خودشون منحرف میشن و گاه به سوی زمین ما هم کشیده میشن که به علت نیروی ربایش و یا جاذبه گرانشی خورشید هست که بعضی از اینها میتونه به طور بالقوه بسیار برای زمین ما خطرناک باشه. بعد از سیاره مشتری یا هرمز که بزرگترین سیاره منظومه خورشیدی ماست و اگر که این سیاره کمی بیشتر جرم داشت، این امکان رو داشت که بتونه به علت بزرگی زیادش دمای مرکزی این سیاره اونقدر بالا بره که بتونه فعل و انفعالات هسته‌ای رو در مرکزش شروع بکنه و تبدیل به یک ستاره بشه. بنابراین مشتری سیاره‌ای گازی شکل و بزرگترین سیاره منظومه شمسی است. جالب هست، میخوام نکته ای رو اینجا بگم که شاید برای شما بینندگان عزیز جالب توجه باشه. اگر دقت کرده باشید تا به اینجا، یعنی تا سیاره مشتری و بعد از اون سیاره بسیار زیبای کیوان یا زحل که در مدار اون احتمالاً قرار بوده که اقمار زیادتر دیگری تشکیل بشن که ما به اونها حلقه های کیوان میگیم، در پهنای این حلقه های کیوان اونقدر زیاده که میتونه 5 زمین رو در خودش جا بده، به عنوان آخرین سیاره ای ما میشناسیم که تا عصر پیش تلسکوپی کشف شده بودن. و جالبه که تمام این سیاراتی که من نام بردم، یعنی از تیر یا عطارد تا کیوان یا زحل، همه این سیارات شما میبینید هم نامهای فارسی داره و هم نامهای عربی. چرا؟ چون همه این سیارات مربوط به زمانی میشدن که انسان اونها رو توانسته بوده در حوزه و جهانبینی زمین مرکزی با چشم غیر مسلح اونها رو پیدا بکنه. و جالبه که زمانی ایرانیان در این زمینه پیش رو بودن و برای همین هم هست که نامهای فارسی زیادی رو شما در نجوم میبینید. اما متاسفانه از این پس و وقتی که دیگر سیارات رو نمیشه با چشم غیر مسلح دید، این با کمک تکنولوژی میسر میشه که ما بتونیم
سیارات دورتر رو بیابیم و این تکنولوژی است که دیگر در ایران و خاورمیانه قابل دسترس نیست. تلسکوپ. حالا تلسکوپ اختراع شده. گالیله توانسته است برای نخستین بار متوجه بشه که مشتری یا هرمز برعکس اون چی که پیش از این میپنداشتیم دارای قمرهای زیادی است و بعدها ویلیام هرشل متوجه میشه که باید سیاره دیگری در ورای زحل یا کیوان باشه، یعنی اورانوس. البته بعداً سیاره نپتون و بعد هم پلوتو کشف میشه. دیگر اسامی فارسی و عربی وجود نداره برای اینکه نجوم متاسفانه در اون منطقه متوقف شده. جالبه که بدونید بر اساس تقسیم بندی هایی که در سال 2006 توسط اتحادیه بین المللی اخترشناسان انجام شد، سیاره پلوتو تخفیف مقام گرفت و از سیاره بودن خلق شد و به یک سیاره کوتوله تخفیف مقام گرفت. دلیل این امر این هست که بر اساس تقسیم بندی های جدید یک سیاره باید به دور ستاره مرکزی یا ستاره های مرکزی بچرخه، ولی علاوه بر اون نباید در مدارش جرم سماوی دیگری قرار بگیره. یعنی قرار نیست که مدارهای سیارات توسط فرض کنید سیارات یا اجرام سماوی بزرگ دیگه، اجرام آسمانی دیگه قطع بشه. به این دلیل ما پلوتو رو از سیاره بودن به سیاره کوچوله بودن تخفیف دادیم. البته فرض کنید که شبیه پلوتو ده ها جرم آسمانی دیگه در خورشید وجود دارن که اگر قرار بود اون رو به عنوان سیاره بشناسیم و موقع باید فرض کنید یک سیاره کوچوله دیگری مثل سرس رو هم به عنوان یک سیاره جدید میشناختیم. بنابراین بر اساس تقسیم بندی های جدید ما 8 سیاره بیشتر نداریم، بقیه یا ستاره های دنبال دار هستند که میتونیم بگیم باستانی ترین اجرامی هستند که از آغاز منظومه خورشیدی باقی ماندن. اینها باقی مانده های فروریزش سحابی خورشیدی هستند. کمربند سیارک ها رو داریم که در بین مریخ و مشتری قرار گرفتن و شهاب سنگ ها و اجرام آسمانی کوچکتر. اینها همه منظومه خورشیدی ما رو تشکیل میده. در لبه منظومه خورشیدی ما ابرهای اورت قرار داره که برای اولین بار توسط اورت اخترشناس هلندی کشف شده. خاستگاه بسیاری از اجرام آسمانی منظومه خورشیدی ما در ابرهای اورت. ستاره های دنبال دار از اونجا سرچشمه میگیرن. برای زمین ما اهمیت بسیار بسزایی داره که از برخورد این ستاره های دنبال دار و یا سیارک های بزرگ در امان باشه. یکی از بزرگترین خوشبختی های زمین این هست که یک سیاره بسیار بزرگی در منظومه ما قرار داره که از ما هم دورتره به نسبت زمین و اون سیاره هرمز یا مشتریه. به علت جرم بسیار بزرگ سیاره مشتری یا هرمز، بسیاری از اجرام بزرگ سماوی که به سمت خورشید دارن حرکت میکنن و میتونن به طور بالقوه برای زمین مهلک و خطرناک باشن، راه خودشون رو کج میکنن و به علت گرانش قوی مشتری به سمت این سیاره حرکتشون رو ادامه میدن. بنابراین این سیاره به یک نوعی محافظ و مراقب زمین هست.
یکی دیگر از عجایب زمین این هست که برخلاف سیارات دیگر قمری رو داره که ما به اون میگیم ماه، و این ماه و زمین نسبت بسیار نزدیکی به هم دارن. در مورد بقیه سیارات منظومه خورشیدی ما، سیارات بسیار 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 بزرگتر از اقمارشون هستن، اما در مورد زمین و ماه اینگونه نیست. علتش چیه؟ به نظر میاد که ماه در واقع بخشی بوده که از سطح زمین کنده شده بر اثر برخورد یک سیارک بسیار بزرگی که در حالتی که هنوز زمین حالت مذابی شکل داشته، برخورد این سیارک با زمین بخشی از زمین رو از خودش کنده. بنابراین زمین ما بزرگتر از اون چیزی بوده که الان هست، و وقتی که این بخش بزرگ زمین کنده شده، در فاصله از سطح زمین قرار میگیره که به دور زمین شروع میکنه به چرخیدن، و اون چیزیست که ما بهش میگیم ماه. با اطلاعاتی که از معدنشناسی ماه به دست آوردیم و نوع معادنی که در ماه هست، به خوبی مسئله رو ثابت میکنه که ماه بخشی از سطح زمین بوده. برای اینکه هر چقدر اجرام که در روی زمین بودن، عناصری که در روی زمین بودن سنگین تر بودن، در عمق بیشتری از سطح زمین قرار گرفتن. مثلا فرض کنین آهن و نیکل به علت سنگینیشون اینها تونستن تا هسته مرکزی زمین نفوذ بکنن و به شکل مذاب به علت درجه حرارت زیاد زمین در مرکز زمین قرار بگیرن. جالب هست که همین آهن و نیکل در هسته مرکزی زمین هست که در نهایت به عنوان یک سپر مغناطیسی برای ممانعت از ورود پرتوهای کشنده کیهانی و بادهای خورشیدی عمل میکنه. جالب هست که بدونید در واقع بر اساس نقشه برداری هایی که از ستاره های کهکشان های مختلف شده و به خصوص کهکشان ما، 10% این ستاره ها سیستم های سیاره ای دارن، یعنی اینکه شبیه به خورشید ما هستند، میتونن دارای سیاره باشن. بر اساس نقشه برداری هایی که در مورد ستاره ها انجام شده، ما متوجه شدیم که 10% ستاره ها میتونن سیستم های سیاره ای رو در خودشون جا بدن، و چون بیش از 200,000,000,000 ستاره در کهکشان وجود داره، میتونیم بفهمیم که تعداد بسیار زیادی سیستم های سیاره ای میتونه در کهکشان ما وجود داشته باشه. سیارات به دلیل غنی بودن از مواد شیمیایی بسیار حائز اهمیت هستند. 70% منظومه خورشیدی ما رو هیدروژن تشکیل میده. 27% مابقی رو هلیوم تشکیل میده. 1.5% مابقی رو اکسیژن و کربن و نیتروژن تشکیل میده. اتفاقا همین سه عنصر کربن و اکسیژن و نیتروژن هستند که نقش بسیار مهمی رو برای پیدایش حیات و رشد و نمو و اون بر روی زمین بازی میکنن. و جالب هست که اگر شما این درصدها رو به هم دیگه جمع بزنید، میمونید که فقط 1.5% باقی میمونه. تمام عناصر دیگری که در جدول تناوبی شیمیایی شما میبینید در 1.5% باقی مانده است. پس یک بار دیگه با هم مرور میکنیم: 70% هیدروژن، 27% هلیوم، 1.5% اکسیژن و نیتروژن و کربن، و هر آنچه که دیگه در جدول تناوبی باقی میمونه در اون 1.5% باقی مانده است. پس همینطور که میبینید ما
آنچنان که در درس پیشین هم گفتیم، بیشتر عناصری را که گرفتیم نه از سحابی خورشیدی بلکه از انفجارات نواختری و یا ابر نواختری گرفتیم. اونجا بوده که عناصر سنگین مثل فرض کنید اورانیوم، طلا، پلاتینیوم و دیگر عناصر سنگین تر طبیعت راهشون رو به سمت سحابی خورشیدی ما کچ کردن و نهایت زمین ما هم از اونها بهره ای برده. توجه داشته باشید که اگر ما به دنبال سیاره شبیه زمین میگردیم، باید خصوصیاتی رو که زمین ما داشته دارا باشه، یعنی اینکه حتما سه عنصر کربن و اکسیژن و نیتروژن رو بتونه در خودش جا بده، حتما بتونه آب مایع رو در خودش نگه بداره، حتما اونقدر جاذبه گرانشی داشته باشه که بتونه اتمسفری رو بر بالای سر خودش نگه داشته باشه و بالاخره یک مرکز هسته مایه یا مذابی داشته باشه که در اون یونهای فلزاتی قرار داشته باشن که بتونه براش مثل دینامای یک میدان مغناطیسی رو به وجود بیاره و اون رو محافظت کنه در مقابل پرتوهای مهلک و سرانجام آنکه از همه مهمتر در فاصله مناسبی از ستاره مرکزیش قرار بگیره تا بتونه حیات رو در روی خودش شکل بده. پس از یک تنفس کوتاه برمیگردیم تا در مورد زمین خودمان بیشتر بدانیم. Is a very human form of knowledge. We are always at the brink of the known. Science is a collaborative enterprise spanning the generations. We remember those who prepared the way, seeing through them also. If you're scientifically literate, the world looks very different to you, and that understanding empowers you. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. We can do science, and with it, we can improve our lives. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. The story of humans is a story of ideas that shine light into dark corners. Scientists love mysteries. They love not knowing. I don't feel frightened by not knowing things. I think it's much more interesting. There's a larger universal reality of which we are all a part. The further we probe into the universe, the more remarkable are the discoveries we make. The quest for the truth in and of itself is a story that's filled with insights. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. We can do science, and with it, we can improve our lives. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. The story of humans is a story of ideas that shine light into dark corners. From our lonely point in the cosmos, we have, through the power of thought, been able to peer back to a brief moment after the beginning of the universe. I think that science changes the way your mind works, to think a little more deeply about things. Science replaces private prejudice with publicly verifiable evidence. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. We can do science, and with it, we can improve our lives.
زمین تنها سیاره‌ای که توانسته است تا جایی که ما می‌دانیم در خودش حیات رو رشد و نمو بده. و شاید هم به زعم من زیباترین سیاره منظومه خورشیدی ما. زمین و دیگر اجرام آسمانی که در منظومه خورشیدی ما قرار دارن فقط 0.1% با عناصری که در خورشید هستن اشتراک داره. این نشون میده که زمین ما منابع بسیار زیادی داره که منشأ اونها کیهانی است. زمین که به نظر میاد از حدود 4.5 میلیارد سال پیش همزمان با خورشید و پیدایش دیگر سیارات به وجود اومده، دوره‌ها و یا بهتر بگوییم ابر دوره‌های فراوانی رو پشت سر گذاشته. 4 ابر دوره‌ای که زمین پشت سر گذرونده به ترتیب عبارتن از دوره هیدین یا هادن که بین 4.5 تا 3.8 میلیارد سال پیش بوده، ابر دوره دوم آرکین یا آرکین هست که از 3.8 تا 2.5 میلیارد سال پیش بوده، ابر دوره سوم پروتوزویک که از 2.5 میلیارد سال پیش تا 550 میلیون سال پیش بوده، و سرانجام دوره فنروزویک یا پیدازیستی بوده که از 550 میلیون سال پیش تا به عصر حاضر بوده. این 4 ابر دوره دوره‌هایی هستند که در واقع در نهایت منجر به پیدایش حیات بر روی زمین شدند. دوره هیدین یا هادئن که همونطور که گفتم از 4.5 تا 3.8 میلیارد سال پیش بوده، در این دوره هست که آب بر روی زمین به وجود میاد. در واقع امروز هم ما میدونیم که بیش از 70% سطح زمین رو آب فرا گرفته. زمین در دوره هادن بسیار گرم بوده، برای همین هم هست که دوره هادن یا هیدین رو بعضی اوقات به اون میگن دوره دوزخی، به این دلیل که زمین همچنان بسیار بسیار گرم بوده. در این گرمای زمین 3 اثر مهم وجود داشته: یکی فشار بوده، یکی به علت وجود فعل و انفعالات رادیواکتیو بوده، و از سوی دیگر بمباران مداوم زمین توسط سنگ‌های آسمانی و شهاب سنگ‌هاست. این 3 عامل باعث بالا رفتن حرارت زمین می شده. عامل مهم دیگری که در زمین شناسی بسیار اهمیت داره تفکیک پذیری، انشقاق یا دیفرنشیشن. در این دوره هست که مراکز آهنی شکل گرفتن. همونطور که پیش از تنفس گفتم، در مرکز هسته مذاب زمین به علت وجود فلزات، فلزاتی نظیر آهن و نیکل، و حرکت یونهای این عناصر هست که ما میتونیم دینامای میدان مغناطیسی زمین رو تشکیل بدیم. این تفکیک پذیری پس از مرکز آهنی، اون هسته مرکزی آهنی شامل لایه میانی نیمه مذاب میشه، شامل پوسته خارجی سنگی میشه، و بالاخره شامل اتمسفر گازی اطراف زمین میشه. پس این 4 لایه متفاوت هست که در واقع اون چیزی رو به وجود میاره که ما در کل بهش میگیم زمین. زمینی که نهایتاً میتونه برای ما باعث
رشد و نمو و حیات بشه. آب در دوره جهنمی پیدا میشه، در همون دوره هیدین یا هادئن. در دوره آرکیان یا آرکئن یا دوره باستانی در واقع که بین 3.8 تا 2.5 میلیارد سال پیش بوده، اولین شکل حیات دیده میشه. یادمون باشه که در دوره باستانی است که آهنگ بمباران سنگهای آسمانی در روی زمین کاهش پیدا کرده، برعکس دوره جهنمی. همین امر باعث میشه که زمین کمی امن‌تر بشه و اولین اشکال حیات رو میشه در این دوره، همونطور که گفتم، مشاهده بکنیم. به همین دلیل هست که شما میتونید در این دوره ببینید که مقدار اکسیژن در کره زمین به دلایل مختلف که مهمترین اون فتوسنتز باشه افزایش پیدا میکنه. عناصر بر اساس اون که سبکتر و یا سنگینتر بودن بیشتر به عمق زمین میتونستن نفوذ پیدا کنن. برای همین هم بود که فرض کنید که فلزات بیشتر در عمق زمین وجود دارن و اجرام و عناصر سبکتر در لایه‌های نیمه مذاب میانی قرار گرفتن. آب و بخار آب که نقش بسیار اساسی رو در حیات بازی می کردن، توسط آتش فشان ها به اتمسفر زمین پراکنده شدن. بنابراین آتش فشان های روی سطح زمین نقش بسیار اساسی در گرم شدن زمین به علت پخش بخار آب و دیگر موادی که باعث گرمایش زمین می شدن داشتن. سؤال مهمی که اینجا مطرح میشه این هست که با توجه به تکنولوژی که امروز در دسترس داریم، امکان این که بتوانیم به بیش از عمق 7 مایلی یا حدوداً 10 کیلومتری عمق زمین بریم رو نداریم. پس ما چطور میدونیم که فرض کنید که هسته زمین حالت مذابی داره، چطور میدونیم که لایه میانی نیمه مذابیه و چطور میدونیم که لایه پوسته سنگی داریم و مواردی از این نوع؟ برای اینکه یک چیزی در حدود 6000 کیلومتر شعاع زمین هست، پس ما اگه بخوایم تا مرکز زمین برسیم هنوز راه بسیار طولانی رو داریم، در حالی که فقط ما امکانات کندن 10 کیلومتری در عمق زمین رو داریم. اینجاست که میایم از سیستم های زلزله نگاری استفاده می کنیم. امواج حاصل از زلزله که حرکت صفحات تکتونیکی زمین هست که در جلسه دیگری در مورد اون صحبت خواهد شد، به ما الگویی رو میده که بر اساس اون الگو این امکان رو داریم که بفهمیم امواج صوتی به چه شکلی در اون ماده دارن حرکت میکنن. سرعت صوت و نوع حرکت این سرعت بستگی به محیطی داره که صوت داره در اون حرکت میکنه. هرچقدر محیط چگالتر و حالت جامد داشته باشه سرعت صوت بیشتر خواهد بود. بنابراین با بازتاب امواج صوتی در عمق زمین و روش هایی که در زلزله نگاری و زمین لرزه سنجی وجود داره، این امکان رو به ما میده که با بررسی امواج بازتابی یا برآمده از عمق زمین بتوانیم بفهمیم که این امواج از چه محیط هایی عبور کردن. پس ما به هیچ وجه نمیتونیم به روش های مستقیم متوجه بشیم که چه چیزی در درون زمین، در حداقل عمق بیش از 10 کیلومتری زمین وجود داره. اما به کمک تکنولوژی و روش‌های علمی متفاوت ما میتونیم بفهمیم با روش‌های غیر مستقیم که چه محیط‌هایی رو در اعماق و ژرفای متفاوت زمین باهاش مواجه هستیم. زمین ما تنها سیاره قابل سکونت برای انسان هاست تا جایی که ما
امروز میشناسیم. پیام آخرین ما در این برنامه این هست که در حفظ و حراست تنها سیاره قابل سکونتمون کوشا باشیم. از توجه شما به این برنامه از تاریخ بزرگ در مهبانگ بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم باز هم به زودی در کنار شما باشیم.